واقعیت که فرایند وینا وین در حال پیشرفت هستش به صورت تدریجی به این معناست که آقای پوتین به این جنبنده رسیده که این بحران راه حل نظامی نداره. روسا الان چند هفته است که یا بیش از یک ماهه که در سوریه فعال هستن و فکر میکنم که خبرنگارانی که وضعیت رو تعقیب میکنن میتونن بگن که خیلی وضعیت تغییر نکرده، اما روسیه یک هواپیمای مسافربری رو از دست داده، یک جت جنگندش صدمه در واقع سقوط کرده و پرسنلش رو از دست داده و من فکر میکنم آقای پوتین این رو درک میکنه که با در حالی که هنوز خاطره افغانستان در خاطرات هستش، گرفتار کردن خودش در یک بحران دیگه نمیتونه که کار منطقی باشه. البته ما در حوزه‌ای که با هم اختلاف نظر داریم در رابطه با لزوم دستیابی به یک راه حل سیاسی نیست، بلکه در رابطه با اینه که آیا آقای اسد میتونه که کماکان در کرسی ریاست جمهوری باقی بمونه وقتی که ما میخوایم این بحران رو به پایان برسونیم. برداشت منه که این امکان پذیر نیست، بدون در نظر گرفتن اینکه شما چه نظری در رابطه با آقای اسد دارید و من فردی که صدها هزار نفر مردم خودش رو کشته غیر مشروع میدونم، اما صرف نظر از مسائل اخلاقی غیر ممکنه برای اینکه آقای اسد دوباره بتونه اون کشور رو جمع بکنه و تمام شرکا رو به سر میز مذاکره بیاره. اما کاری که امکان پذیره اینه که نظام حاکم بر سوریه رو حفظ کرد. بنابراین در فرایند مذاکرات خواهید دید که نیروهای اپوزیسیون میانه رو که برخی از اونها ما اشتراکات فراوانی باهاشون نداریم، اما نماینده فراکسیون های مهمی در درون سوریه هستن. این فراکسیون ها کنار هم قرار خواهند گرفت برای اینکه یک قطب مذاکرات رو تشکیل بدن و ما تلاشمون رو برای این هدف بسیج میکنیم و امید من این است که در حالی که ما فشار بیشتری رو به داعش وارد میکنیم این فرایند جلو بره با حمایت هایی که فرانسوی ها انجام میدن و اعلامی که از سوی آلمان شده مبنی بر تخصیص امکانات برای کمک به این نبرد و تلاش هایی که بریتانیا داره انجام میده برای اینکه به ائتلاف کمک بکنه و همچنین تشدید فعالیت های ما در عرصه هوایی و همچنین به نفع فزاینده در سطح زمین. ما در ماه های آینده شاهد تغییر محاسبات روسیه باشیم و این جنبندی که زمان به پایان رسیدن جنگ داخلی سوریه فرا رسیده، این کار ساده نخواهد بود. شمار زیادی از مردم کشته شدند، زیرساخت‌های زیادی از بین رفته. این یک انتقال قدرت آرام نخواهد بود و داعش به عنوان یک قدرت خطرناک باقی خواهد موند برای یک مدتی، اما من مطمئنم که ما در طرف برنده این معادله هستیم و
روسیه به این جمع‌بندی خواهد رسید که این داعشه که بزرگترین خطره و خودشون رو همسو خواهند کرد با کشورهایی که تلاششون معطوف مبارزه با داعشه. Did you receive assurances from either him or President Hollande, who said earlier this week that, you know, President Putin had told him he would only target jihadis and ISIS, that will be the focus of Russia's military campaign going forward? And then separately, I just wanted to ask about climate. The outstanding issue seems to be whether Republicans who have kind of voiced opposition to your agenda could somehow submarine funding for the Green Climate Fund. It's a pretty crucial part here. So I'm wondering both how you prevent that in the upcoming appropriations process, and if you're at all concerned about what Senator McConnell said earlier today or yesterday, that a future Republican president could undo what you're trying to accomplish here in Paris. First of all, on Mr. Putin, I don't expect تا اونجایی که به آقای پوتین برمیگرده من انتظار ندارم که ناگهان ظرف هفته‌های آینده ما شاهد یک چرخش در سیاست خارجی روسیه باشیم. اونها هفته هاست که تلاششون رو برای حفظ آقای اسد در قدرت متمرکز کردن و زمانی طول خواهد کشید تا وقتی که اونها نقطه نظر خودشون رو تغییر بدن و تا زمانی که اونها خودشون رو همسو میکنن با رژیم حاکم بر سوریه، بسیاری از منابع، بسیاری از منافع سوریه توسط گروه های مخالف حکومت اسد هدف قرار خواهند گرفت، گروه هایی که هم دارن با رژیم مبارزه میکنن هم با اسد. بنابراین فکر بکنم ما باید دچار این توهم باشیم که روسیه فقط اهداف داعش رو هدف قرار بده. این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد، اما اون اتفاقی که میتونه رخ بده این فرایند سیاسی، مذاکرات سیاسی که جان کری به زحمت تونسته به دقت ایجاد بکنه، و وقتی که این اتفاق بیفته ما میتونیم شاهد آتش بس های منطقه‌ای باشیم در جای جای سوریه. این ممکنه به این معنا باشه که برخی از گروه‌های اپوزیسیون در معرض بمباران نیروهای روسی و یا سوری نباشن، و به تدریج و به آهستگی ما موفق خواهیم شد که تمرکز همه رو بذاریم روی مبارزه با داعش. اما در رابطه با موضوع تغییرات اقلیمی، اولویت من این است که تضمین اطمینان حاصل بکنم که ایالات متحده رهبری این توافق رو بر عهده داره. آن چیزی که ما به عنوان یک موفقیت تلقی خواهیم کرد ظرف هفته های آینده، اولا باید یک هدف بلند پروازانه باشه با هدف تعریف یک اقتصاد غیر متکی بر محصولات کربنی، سوختهای کربنی، و مکانیزمی درش پیش بینی شده باشه که به دنیا ارائه بشه که تایید بکنه که این کشورها دارن برای رسیدن به اون اهداف تلاش بکنن، و این اهداف هم به لحاظ قانونی التزام آور باشن، به نفع که ظرف 5، 10 و 15 سال آینده
کشورها بتونن تعهدات خودشون رو بروز بکنن و ما یک صندوق کمک به کشورهای در حال توسعه داشته باشیم تا به اونها کمک بکنه برای توسعه انرژی های پاک و اگر ما به این اهداف رسیم ما موفق بودیم، نه فقط به خاطر اینکه این توافق ما رو به هدفمون میرسونه، بلکه به خاطر اینکه اون سازوکارهایی که ایجاد میشه ما به یک اجماع جهانی خواهیم رسید که چگونه با این مشکل برخورد بکنیم و با پیشرفت فناوری و کاهش هزینه انرژی‌های پاک مثل انرژی خورشیدی و یا انرژی های و یا فناوری باتری های ذخیره کننده نیرو، اون وقت ما به صورت سازمانی یافته می توانیم که ظرف دهه های آینده متصاعدات کربنی رو کم بکنیم. اگر همکنون این امکان وجود داشت که ما همه اهداف رو تامین بکنیم، ما کماکان با یک افزایش درجه حرارت 2.7 سانتیگراد مواجه خواهیم بود که این خیلی بالاست. من فکر می‌کنم که اون پیامی که این اجلاس میتونه به افرادی که خالق تکنولوژی جدید هستن ارسال بکنه باعث میشه که ظرف مثلا یک افق 10 ساله ما بتوانیم افزایش دمای سیاره رو به تنها 2 درجه محدود بکنیم و این فقط یک خوشبینی شاید بی اساس نیست. اگر شما نگاه بکنید به آنچه که در ایالات متحده رخ داد وقتی که من به ریاست جمهوری رسیدم، ما تشخیص دادیم که سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک میتونه به ایجاد مشاغل هم کمک بکنه و نتیجه آن شد که ما خیلی پیش از زمانی که انتظار داشتیم به اهداف خودمون برسیم. اگر شما قبل از اینکه من به کرسی ریاست جمهوری برسم از من میپرسیدید که سهم انرژی های پاک در مقایسه با انرژی های کربنی چه خواهد بود، من اون موقع می گفتم که برای اینکه انرژی خورشیدی مرغونه به صرفه باشه ما کماکان باید اون رو سوبسید بکنیم، اما الان می‌بینیم که توسعه و رقابتی شدن فناوری خورشیدی خیلی سریع‌تر از اون چیزی اتفاق افتاده که ما پیش‌بینی می‌کردیم. ما عقب‌گرد نخواهیم کرد و نکته که در رابطه با خلاقیت انسانی وجود داره، می‌خواستم بگم خلاقیت آمریکایی‌ها، اما آدم‌های خلاق در جاهای دیگه هم وجود دارن. اون نکته‌ای که در رابطه با خلاقیت بشری وجود داره اینه که نسبت به سیگنال هایی که دریافت میکنه واکنششون میده. این ضرب المثل قدیمی هستش که احتیاج مادر اختراع. خب این الان احتیاجه که ما بتوانیم به یک توافق جامع و مانع دست پیدا بکنیم، حتی اگر تمام اهداف ما رو تأمین نکنه. Thank you, Mr. President. One follow-up on the climate change issue. Are you confident that you can hold the U.S. to its commitments under existing treaties with no new vote needed?
And separately on Planned Parenthood, I wondered if you could share your thoughts on that shooting and any thoughts in the context of the sharp political rhetoric in the country at this time. I apologize, Justin. I didn't address that. Fortunately, Nancy was bad and clean up that on on the issue of the climate fund. Nancy, I'm in solo. We already engage in assistance to countries for adaptation, mitigation. در حال حاضر هم کمک بکنیم به کشورها برای در واقع به اشتراک گذاشتن فناوری هایی که نیاز دارن برای تامین اهداف و نیازهای نیرویی خود. این تنها یک تصمیم نیستش که از الان بخوایم تازه آغاز بکنیم، بلکه در حال حاضر هم ما این مشارکت ها رو در سراسر دنیا داریم و پیش بینی من این هستش که ما 100% میتونیم به تعهدات خودمون، به اهداف خودمون برسیم. این برخی از اون نقش راهبریه که ایالات متحده میتونه در این زمینه ایفا بکنه و این بخشی از اون گفتمانیه که ما باید بیشتر در ایالات متحده داشته باشیم. بنا به دلایلی در واشنگتن نقش راهبردی آمریکا خیلی وقتا اینطوری تعبیر میشه که ما چقدر نیرو داریم به سراسر جهان اعزام میکنیم و من سعی کردم در طول ریاست جمهوری خودم نشون بدم که اونجاهایی که ما بیشترین تأثیر رو میذاریم و اون حوزه هایی که ما نفوذ و تأثیر خودمون رو بیش از هر حوزه دیگری تثبیت میکنیم جایی که ما داریم همکاری میکنیم با کشورهای دیگه، به خاطر اینکه ما کشور بزرگی هستیم، به خاطر اینکه ما ارتش بزرگی داریم، باید به این معنی باشه که ما بیشتر تلاش میکنیم. به عنوان مثال در بحران ابولا کشورهای دیگه این امکان رو نداشتن که به این بحران واکنششون بدن تا زمانی که ما اون زیرساختا رو ایجاد کردیم براشون، و همین در رابطه با اطمینان حاصل کردن از اینکه ایران به بمب اتمی دست پیدا نکنه هم صادق بود. اما نهایتاً به خاطر اینکه ما متحدین خودمون را همسو کردیم، ما موفق شدیم که به اهدافی برسیم که به تنهایی نمیتونستیم به اونها برسیم. همین در رابطه با تغییرات اقلیمی هم صادقه. وقتی که من اعلام کردم در پکن همراه با رئیس جمهور ژی، بخشی به خاطر این بود که ما در سطح ملی موفق شده بودیم که این تغییرات رو ایجاد بکنیم و تونستیم که چین رو هم همراه بکنیم با این حرکت و این اطمینان ایجاد کرد برای سایر کشورها که اونها هم باید در این فرایند مشارکت بکنن. بنابراین چه هماهنگ کردن ائتلاف مبارزه با داعش باشه و چه مقابله با تغییرات اقلیمی، نقش ما محوری هست، اما در موضوعات بزرگ بین المللی به تنهایی این کفایت نمی‌کنه و ما باید که متحدینی داشته باشیم و این اون نقش راهبریه که ما باید سعی بکنیم بهش برسیم. در رابطه با حمله‌ای که به مرکز کنترل خانواده پلان پرنتهود شد، من ابراز احساسات بکنم نسبت به قربانیان این حادثه. هر بار که این تیراندازی های عمده اتفاق میفته من تکرار میکنم خودم رو که این اتفاق در سایر کشورها نمیفته. ما متعهدیم که جلوگیری بکنیم از حملات تروریستی در هر کجایی که اتفاق میفتن، چه در درون ایالات متحده و چه به اتفاق سایر متحدینمون مثل فرانسه. و ما
امکانات زیادی و مصروف خونسا کردن شبکه های تروریستی و خونسا کردن سازمان هایی مثل داعش اختصاص میدیم، امکاناتی که برای شناسایی افرادی که ممکنه تلاش بکنن افراد بیگناه رو بکشن. اما در ایالات متحده ما این امکان رو داریم که این قدرت رو داریم که پیشگیری بکنیم از کشتارهایی که با سلاح‌های گرم صورت می‌گیرن. که در اونها ما شاهد بیش از 5-6-10 قربانی هستیم و من فکر می‌کنم که مردم آمریکا به خوبی این رو درک می‌کنن و بنابراین امید من این است که بار دیگر این به گفتمانی بیانجامه که به اقدامات مثبت ناشی بشه. کنگره، ایالت‌ها و دولت‌های محلی باید تلاش خودشون مصروف کنن برای اینکه مانع از این بشن که افرادی که دچار اختلالات روانی هستن و یا مشکلات رفتارهای خشونت‌آمیز دارن امکان دستیابی به سلاح‌های گرم رو نداشته باشن. و در رابطه با حمله‌ای که صورت گرفته، من پیشتر هم اعلام کرده بودم که این درمانگاه ها خدمات درمانی به بانوان بی‌بضاعت ارائه میکنه و من فکر میکنم که این منصفانه است که ما یک گفتگوی سازنده و جدی در رابطه با موضوع سخت جنین داشته باشیم، اما باید به صورت دقیق و مستند راجع به این موضوع بحث بشه و نباید که سازمان‌های درمانگاه‌هایی مثل پلنت پرنتود رو ما Do you believe that Turkey is doing enough to strengthen its northwest border with Syria? How is it that a NATO country with as large a military as Turkey has not sealed this border? And is that something that you raised today with President Erdogan? And then to put a finer point on the climate change question, can leaders gathered here believe that the United States will keep its commitments even after you've left office if a Republican succeeds you in the White House? Just with respect to تنها در رابطه با فردی که جایگزین من خواهد شد، بذارید من اول بگم که من انتظار دارم که یه دموکرات بعد از من به ریاست جمهوری برسه. من اطمینان دارم به عقلانیت مردم آمریکا در این زمینه. اما حتی اگر یک فردی از حزب دیگری به این کرسی برسه، چیزی که شما باید خاطرتون باشه اینه که وقتی شما در کرسی ریاست جمهوری هستید به گونه دیگری فکر میکنید تا زمانی که دارید میکوشید تا به این کرسی برسید. همینطور که الان گفتم، نقش راهبری آمریکا در این حوزه ها تنها نمیتونه که معطوف به لابی های خاصی باشه که در واشنگتن ممکنه ناظر شما باشند، بلکه تابعی از اعتبار شما در سطح بین المللی و آمریکا باید امکان اثرگذاری در موضوعاتی داشته باشه که کشورهای جهان براشون اهمیت داره. Gathering of world leaders, و برای همینه که ما اینجا شاهد جمع شدن پرشمارترین مجموعه از رهبران جهانی هستیم اینجا در پاریس. همه جهان فکر میکنه که تغییرات اقلیمی بسیار مهم هستن. اگر شما در سراسر اروپا سفر بکنید و با رهبران دولت ها و رهبران اپوزیسیون ها صحبت بکنید، اینجا بحث سر این نیستش که آیا تغییرات اقلیمی واقعیتن یا خیر.
بنابراین هر کسی که رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه اگر پیروز بشه در انتخابات و ناگهان سعی بکنه که بگه این اجماعی که در جهان وجود داره نه تنها 99% دانشمندان بلکه 99.9% رهبران جهانی اعتقاد دارن که این بسیار مهمه، خب در اون صورت رئیس جمهور آمریکا هم باید به این مسئله اولویت بده. بنابراین برای همه ما مهمه که ما نباید سعی بکنیم تنها اون شعارهایی که در تبلیغات انتخاباتی بیان میشه رو ملاک قرار بدیم. فکر میکنم در یه نظرسنجی اخیر دو سوم مردم آمریکا خواستار این شدن که آمریکا هم بخشی از توافقی باشه برای کاهش آلاینده های کربنی. برخی از اوقات برای جمهوری خواهان سخته که از اقدامی که من انجام میدم حمایت بکنن، ولی فکر میکنم اینا بیشتر بازی های مربوط به واشنگتنه و بنابراین فکر بکنم که مردم باید اطمینان داشته باشن که ما به اهداف خودمون عمل میکنیم. تا اونجایی که به ترکیه برمیگرده، من گفتگوهای مکرری با پرزیدنت اردوغان داشتم تا مرز ترکیه و سوریه رو ببنده. پیشرفت‌های خاص حاصل شده، اما هنوز بخش های مهمی هستش که هنوز مسدود نشده، از جمله 96 کیلومتر که داعش استفاده میکنه برای صادر کردن نفت. بنابراین ما بخش های نظامیمون داریم با هم مذاکره میکنیم که چگونه میتونیم تلاش مشترکی داشته باشیم برای مسدود کردن اون بخش های مرزی، و فکر میکنم که پرزیدنت اردوغان این رو درک بکنه و من خوشحالم از اینکه پرزیدنت اردوغان با رهبران اتحادیه اروپا مذاکرات سازنده داشته در رابطه با مرز ترکیه و یونان و موضوع مهاجران. باید یادمون باشه که میلیون ها نفر پناهجو الان در ترکیه مستقر شدن و حضور این پناهجویان فشار زیادی رو بر زیرساخت‌های ترکیه اعمال میکنه، بر و ترکیه کماکان اجازه داده که این پناهجویانی که واقعا نیاز دارن که فرار بکنن وارد ترکیه بشن. من خوشحالم از این بابت که اتحادیه اروپا داره تلاش بیشتر میکنه تا به ترکیه در این زمینه کمک بکنه، اما در این حال من فکر میکنم که اتحادیه اروپا به درستی میخواد شاهد برقراری نوعی نظم در مرز ترکیه و یونان باشه که برای اروپا ضرورت داره تا بتونه شمار پناهجویانی که جذب میکنه رو مدیریت بکنه، و همچنین جان پناهجویانی که توسط قاچاقچیان انسان جا به جا میشن رو تضمین بکنه. ما در رابطه با مرزها هم امروز هم صحبت کردیم، اما این گفتگویی که مدت ها داشتیم. ما درک میکنیم که این بخش محوری راهبرد ما در رابطه با داعش. ما باید مسیرهای درآمدی داعش رو مسدود بکنیم و همچنین مسیرهای نیرورسانی به داعش رو باید مسدود بکنیم. ما
صدها نفر از پیکارجویان اونها رو معدوم کردیم، اما اگر کماکان نیروهای جدیدی به اونها بپیوندن، این بحران ادامه پیدا خواهد کرد و این البته یکی از اون تهدیدات عمده برای اتحادیه اروپا و آمریکا و حتی کشورهایی از قبیل کشورهای خاور دور هستن. هنگامی که پیکارجویانی به سوریه و عراق وارد میشن و تجارب تروریستی پیدا میکنن، وقتی به کشورهای خودشون برمیگردن به طور بالقوه تهدید محسوب میشن و ما باید که به همه مؤتلف همه کشورهای ائتلاف فشار بیاریم که مانع از پول رسانی و نیرو رسانی به داعش بشن. بخش مهمی از مذاکراتی که ظرف هفته‌های اخیر جریان داشته معطوف بوده بر ضرباهنگ حملات هوایی. این ضرباهنگ به واسطه میزان توانایی نظامی ما محدود نشده، بلکه محدود شده به اهدافی که ما میتونستیم شناسایی بکنیم و چقدر اطلاعات ما بیشتر بشه اهداف بیشتری رو میتونیم شناسایی بکنیم. Thank you, Mr. President. In terms of sending that market signal you talked about today and a couple times this week, I wonder if you see any political path back home towards putting an explicit price on carbon. I have long believed that the most elegant way مدت هاست که من باور داشتم به اینکه ظریف‌ترین راه برای کاهش متساعدات کربنی اینه که ما یک هزینه ای رو به افرادی که یا به کانون‌هایی که کربن تولید می‌کنن تحمیل بکنیم. بازارها بسیار توانمندن در شناسایی هزینه های تولید خودشون، ولی بعضی از مؤلفه ها هستش که منظور نمیشه در محاسبات بازارهای جهانی، به عنوان مثال هوای پاک و آب پاک، و در این مورد متساعدات کربنی که وارد اتمسفر میشن محاسبه نمیشن در سود بازارها، و اگر ما یک هزینه ای رو از این بابت تحمیل بکنیم، خب بازارهای جهانی هم بهش واکنش رو میدن و بهترین فناوری ها به کار خواهد افتاد برای اینکه اقتصاد رو بشوره از متساعدات کربنی، اما این کار مشکلیه. بنابراین من فکر بکنم as the science around climate change is more accepted با پذیرفته شدن علم تغییرات اقلیمی و وقتی مردم بپذیرن که حتی امروز هم میشه قیمت گذاری کرد روی خساراتی که تغییرات اقلیمی بر جهان وارد میکنه، وقتی که شما به میامی میرید و میبینید که ماهی ها دارن در خیابونه های زیر آب رفته شنا میکنن، و هرچقدر بیشتر بازارهای جهانی هزینه تغییرات اقلیمی رو لمس بکنن، به تناسب اون اراده های سیاسی هم تغییر خواهد کرد. البته من خیلی خوشبین هستم که کنگره فعلی چنین امری رو تصویب بکنه، اما باید به خاطر داشته باشیم که این جمهوری خواهان و دموکرات ها بودن و متفکرین معتدل که اعتقاد داشتن که به این جنبندی رسیدن که باید ما مارشال دیس اپروچ تو دیل وذ اسید رین
به یک رویکرد جامع برای مبارزه با آلاینده های محیط زیستی برسیم. به عنوان مثال پرزیدنت جورج دبلیو بوش بود که اقدامات عملی رو برای ریشه‌کنی باران‌های اسیدی به مرحله اجرا گذاشت. من تأکید می‌کنم که تغییرات اقلیمی یک مشکل عظیمه، یک مشکل نسلی هستش و بر اساس تعریف شاید مشکل ترین موضوعی باشه که نظام های سیاسی باش مواجهن، به خاطر اینکه تأثیرات اون تدریجیه و مردم به طور آنی با تبعات اون مواجه نمیشن. بنابراین فشار زیادی از روی افکار عمومی بر روی سیاسیون وارد نمیشه و کشورها به تنهایی نمیتونن که باش مبارزه بکنن. برای همین مشکل هماهنگی هستش و مشکل اونهایی هستش که سوء استفاده میکنن از ملاحظات سایر کشورها. اما علی رغم تمام این مشکلات، پیام عمده‌ای که من دریافت کردم اینه که من فکر می‌کنم واقعا ما میتونیم این مسئله رو حل بکنیم. اگر شما همین دو سال پیش به مردم میگفتین که 180 کشور در پاریس جمع خواهند شد با اهداف خیلی بلند پروازانه برای کاهش متصاعدات کربنی، خب این الان این اتفاق افتاده حتی بدون اینکه توافقی امضا بشه. همونطور که قبلا گفتم، اگر شما به مردم میگفتید که هزینه تولید نیروی خورشیدی چه خواهد بود امروز به نسبت آن قیمتی که 5 سال پیش داشت، مردم میگفتن غیر ممکنه. و با سرمایه‌گذاری نسبتا محدودی که در این زمینه شده، و به همین دلیل بود که بیشترین کشورهای توسعه یافته دارن تخریب و توسعه خودشون در این حوزه دو برابر میکنن. علاوه بر اون، افرادی که دارای سرمایه های نجومی هستن مثل بیل گیتس هم دارن سرمایه خودشون رو معطوف به تخریب و توسعه در حوزه انرژی های پاک میکنن. الان سوال اینه که چقدر خسارت وارد خواهد شد قبل از اینکه ما بتونیم ترمز بذاریم بر این مشکل. به جهات زیادی این شباهت داره با مسئله برخورد با تروریسم و داعش. در واکنش بلافاصله‌ای که بعد از تراژدی‌های مثل آنچه که در پاریس اتفاق افتاد شما می‌بینید، بسیاری دچار ناامیدی میشن. اما شما به پاریس نگاه بکنید، شما نمیتونید که پاریس رو نابود بکنید. اون زیبایی، اون تنوع، اون مردم، اون همیشه پیروز خواهد شد. ما تنها باید ثابت قدم باشیم و به تلاش خودمون ادامه بدیم و اگر تدبیری به نتیجه نمیرسه تدبیر دیگری رو اتخاذ بکنیم. اما بیش از هر چیزی ما باید ترس رو کنار بگذاریم و اطمینان داشته باشیم که نوآوری انسانی، ارزش‌های ما، قضاوت‌های ما، همبستگی ما در نهایت فائق خواهند شد. و من فکر می‌کنم که من به اندازه کافی تو این کار بودم که اطمینان قلبی داشته باشم. اگر شما به چند ماه پیش نگاه بکنید که پیش بینی میکردن که ایبولا همه ما رو بکشه، خب امروز دیگه در اون رابطه نمیشنویم. هرچند که باز در نقاطی از آفریقا بعضا قربانیانی میگیره، ما الان زیرساختهایی ایجاد کردیم برای مبارزه با اپیدمی ها
و وقتی که شما در در بحبوحه این بحران ها هستین ترسناک به نظر میرسن و با این کلام پایانی من به خانه میرم.